خب تبعات مشخصه، اونجوری که مثلا خیلی از گروه های دیگه که در لیست گروه های تروریستی قرار داشتن از قبل و الان وجود دارن، مثل مثلا کردستان، حزب کارگران کردستان ترکیه، یا چند سازمان تروریستی دیگه، یا مثلا سازمان مجاهدین خلق که قبلا در این لیست بوده. خب تبعات مشخصه، تبعات فریز شدن اموال، مسدود شدن اموال این سازمان، مسدود شدن هر گونه مراودات مالی از سوی شرکت‌های اروپایی با این سازمان و همچنین سوبسیدیاری های این سازمان، یعنی شرکت‌هایی که حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد ارتباط با سپاه پاسداران هستند، چه شرکت‌های ایرانی، چه شرکت‌هایی که مراودات مالی خواهند داشت. بنابراین یک جوری دست و پای این سلول سرطانی که بیش از چند 4 دهه است کشورهای جهان رو مشغول خودش کرده قطع خواهد شد.